به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. بیرون کشیدن چندین جسد از آبهای لیبیا. سازمان دکتران بدون مرز از بیرون کشیدن جسد 11 مهاجر از آبهای لیبیا خبر داده است. به گفته این سازمان، کشتی این مهاجر به مقصد سواحل ایتالیا در حرکت بود و عملیات جستجوی آنها بیش از 9 ساعت طول کشید. این سازمان تاکید کرده که رسیدن به اروپا از طریق مسیرهای خطرناک باید پایان یابد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، از اول جنوری تا اول جون سال 2024 دست کم 282 نفر در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. دگروال عبدالغیاض در روز آزادی از زندان استخبارات طالبان جان باخت. منابع میگویند که یک نظامی پیشین پس از آزادی از زندان استخبارات طالبان در کابل جان باخته است. این منابع تایید میکنند که دگروال عبدالغیاض 4 روز پیش از زندان طالبان آزاد شد، اما به دلیل زخم‌های ناشی از شکنجه شدید توسط این گروه درگذشت. دگروال عبدالغیاض باشنده اصلی روستای سنگی خان ولسوالی آبشار پنچیر 2 سال پیش از کابل بازداشت شده بود. منبع میگوید مدتی که این نظامی کهنسال پیشین در زندان استخبارات طالبان بوده، این گروه به خانواده‌اش اجازه دیدار با وی را نداده است. دگروال عبدالغیاض در زمان حکومت پیشین در ریاست امنیت ملی ولایت کندز ایفای وظیفه میکرد. طالبان برخلاف اعلام عفو عمومی از سوی رهبرشان دست به بازداشت، شکنجه و قتل افسران حکومت پیشین میزنند. از سوی دیگر از هرات خبر میرسد که یک جوان در این ولایت به قتل رسیده است. این جوان روز گذشته در روستای خنجان ولسوالی غوریان هرات توسط شاقو به قتل رسیده است. این جوان به نام محمد شفیع 18 سال عمر داشته است. انگیزه این رویداد دشمنی شخصی نوان شده و عامل آن از ساحه فرار کرده است. طالبان در هرات در مورد این رویداد چیزی نگفتند. و در پایان، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص شد. بر اساس این فهرست، محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی، مسعود پزشکیان از جمله نامزدان این انتخابات هستند. محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مهرداد بزرپاش، وحید اقانیان، محمد مهدی اسماعیلی از جمله افرادی هستند که این انتخابات نامزد شده بودند، اما با رد صلاحیت شورای نگهبان روبرو شدند. این در حالی است که 14th دور انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از جان باختن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، در سقوط چرخبال عامل او قرار است در 8th سرطان سال جاری برگزار شود. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.